بسم الله الرحمن الرحيم آه أن صعدت عزرائيل قصدي جنات أزجف إبليس من العون تسبر إيمان كنات آه أن صعدت عزرائيل قصدي جنات أزجف إبليس من العون تسبر إيمان كنات اللهم نَبُوَدْ في الخندقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لههامعنمببرادرامحترمالسلامعلمورمتالله وبرکاتهد درسهای عقیده ماو شما د مسایل حسن خاتمه و صوع خاتمه ای تقریبا سه موضوع هست یی اسباب حسن خاتمهستی اسباب صو خاتمهست یعنی که آدم عمل میکنه 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 میرسه در وقت مرگ یا جان کندن در اینجا زندگی انسان ختم میشه درس ما در شروع شده بود که بعض کسا عمل میکنن 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 این یعنی که مرگ است یا به حسن خاتمه خلاص میشه و یا به سوء خاتمه خلاص میشه اینالی درس ما سرازی بود که کدام اسباب است که منجر میشه به حسن خاتمه و کدام اسباب است که منجر میشه به سوء خاتمه و کدام علامات است که آدم سری یک نفری که وقت جان کندنش است ما شما در وقت جان کندنش میبینیم میشه ببینیم که مثلا چی علامات در وجود ازی می باشه که ایش بر ما ثابت میکنه که اینمی انشالله خاتمش خوب بوده پس سبب اول حسن خاتمه را ما با شما صحت عقیده گفتیم و را تشریح کردیم سبب دومه که سبب میشه که انسان خاتمه نیک می داشته باشه استقامت است و استقامت هم در هفته گذشته تشریح کردم نه تکرار نمیکنم اگر دوستا می استفاده بکنن از پیش کسایی که درس مانده میشه اونجا فیصل خان هستن میشه که از پیش فیصل خان چیز بگیرن اما در چپ یا در فلش یا در چیز بگیرن آماده هست پیششون سبب سوم حسن خاتمه تقوا هست در تقوا مختصرا امو اساسش هم میگیم دیگه زیاد تشریح نمی کنم که الله سبحانه تعالی میگه و من یتق الله یجعل له من امره یسرا یعنی کسی که تقوا میکنه الله برش امورش آسان میسازه آسانی امور چی است که در وقت جان کندن و در وقت انتقال از دنیا الله سبحانه و تعالی امرایش کمک و مدد میکنه و کار از آسان میسازه و خاتمه از این زبانش با گفتن کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله زبانش چی میکنه تو در حرکت میاره علما چی میگن میگن تقوا چی است که سبب حسن خاتمه میشه میگه یکی از اتفقوا على تعريف يقول ان الخوف من الجليل الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل اي شيء ذا دا داش با تقوى هستي شيء ذا دا داش با هستي الخوف من الجليل كاز الله بترسي ترس الله شياس ك انسان وقتي از الله ما ده بيسياري از امور خود مثلا در معامله با انسان در معامله با مخلوقات در عبادت الله در گپ زدن درباره دیگرها نقد دیگرها از الله انسان بترس الخوف من الجلیل بسیاری کسا هستن مثلا در نماز خوب از الله میترسه از این نماز که برآمد ترس الله نیست در وقتی که گپ دیگرا درباره دیگر بحث میکنه آن قدری ای تفاوت است که غیبت برش بیخی نقل مجلس شده مثلا میخیزی سر یک عالم گپ میزنی از الله بترس در روز قیامت تو رو محاسبه میکنه یک روز یک جوان آمد پیش ما من میگه استاد من گفتم بله گفت والا امی وهابیا خو کافر هستن ما گفتم خو تو بیشی گفت که آه ما یک نظر دارم ما گفتم بسیار خوب نظر داریم لکن نتیجه نظرت چی است؟ میفهمی گفت نه گفتم مثلا دهگ مسجد است یک سی ست نفر نماز میخوانن یا رفع الیدین میکنن امین بالجهر میگن وهابی وحابیستن و یا کافر هستن مفتم اگر امی 400 نفر در روز قیامت بخیزن و تا کم بگیره اونجا خب الله میکنه بگه یا پروردگار یا این نفر کفر ما را ثابت کنه که ما کافر هستیم خ... ما 400 نفر در دوزخ رایی کو یا خیلی من کفر مسلمان فقط کفر یا به اساس حدیث رسول کسی که یک مسلمان حکم کفرش میکنه و او کافر نباشه خودش چی میشه کافر میشه و یا 400 نفر بو یک صاحب بیرش چطور میکنی یک دفعه تو وضعیتش خراب شد نه احتیاط کن تو یک کسر کافر میگی یک کسر مشرک میگی یک کسر زندیق میگی یک کسر از دین میکشی با اساس چی؟ تو خودت قرار خودت قاضی قرار دادی پس انسان باید از الله داری مسائل بترسه از عدالت الهی الخوف و من الجلیل اگر تو از الله ترس داشتی تو با تقوا هست در معاملات در گب زدن در خرید و فروشت بسیاری کساس در وقت خرید و فروش که شد الله را فراموش میکنه در وقت توضیح میراث، اکثر نمی آدم های با تقوا که بسیار خدا با تقوا میگیرن میراث خوار خدا میخورن دوز هستن کلش کاکاهایی که بسیار با تقوا هستن عقیب در ارزادی خدا خورده یا زمین بیادرزادی خود است به یک شکل از اشکال اوخ بیادرزاده کا خورده است نه؟ یا به یک شکل از کال برش یک سند جور کده یا خود جوان است نمیفهمه یا قیمتش چالاکی کده یا به شکل از کال یه از الله نترسیده پس خوف از الله است که وقتی تو در مقابل یک کسی که مظلوم است ضعیف است یتیم است فقیر است بیچاره است قانون نمیفهمه توانایی نداره در او وقت از الله بترسی امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه تجارت تکمی کرد یک روز یک خانم برش یک تکی بسیار خوب شد میره وقتی که برش میره میگه امی تکر میخری؟ میگه بله چند است همشی جان؟ او خانم برش میگه که 20 روپیه 20 درهم امام صاحب برش میگه که نه هم چه تو چی میگی بلند ببر میگه 30 روپیه میگه دگان بلند ببر میگه 40 50 60 بالاخره این خانم برش میگه که تو سر ما رشخن میزنی میگه نه من رشخن نمیزنم تو نرخ ازیر نمیفهمی من میفهمم پس این تو تقریبا 100 نیم صد درهم قیمت داره و تو قیمتش نمیفهمی پس ما از نمیره باید یک نیم صد رو این خوف از کی میگن؟ از الله میگن که خوف از الله ای است که در مج... از مجبوریت های مردم استفاده نکنیم بسیاری مردم منتظر نمی است حالا تو بان کمی فلانی نفر بابش بمره یا یک کسش بمره باز ایتیاج چه زمین هایش باز ما از مجبوریتش استفاده میکنه از بیخبریش استفاده میکنه آدم با تقوا این است که از الله بترسه ولو که جانب مقابل حق خدا نمیفهمه و گرفته نمیتونه تو باید حقش برش بیدی این ترس از الله است اما این که مثلا تو در وادی که حق دیگر رسید در مسجد صاحب یک هزار دانه تسبیح دیگه تو تمام رو ذکر کرده میری اما باز خانید و معکلوه حرام و مشربوه حرام یک نفر دعا میکنه رسول الله صلی الله علیه و آله دعا میکنه دعاش قبول نمیشه چرا خوراکش حرام است در این بازار که رفت همین مرغ کسایی که عاشق مرغ است خصوصا که دمی سیخ دور بخوره دیگه کباب الله تو از سه دانه مرغ برم ما بده دو تل کی بجینی برش می او برادر یعنی مرغ مرغ خارجی است این مرغ خارجی است در خارج که سر سر از این مرغا ای مرغا کته ماشین کشته میشه ایره که زبحه نمیکنه اول خوب میکشش نف... یا کت کاربون یا گپا خوب نفس ازی که برامد خوب که مرد از بین رفت باز داخل کلی از ایره قطع میکنه گواسه سب فلمایش ما دارم که اتا گوه اول میکشه خوب که نفسش برامد باز پوستش میکنه باز داخل چی میکنه کلیش میبره یه رامس نخو خوب گپ تا گوش میگیره 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 چی میگه تو مرغا ای که این طرف کن یک مثل آلمانی است میگه با پشک نصیحت کن نصیحت تا گوشت گوشت میکنه لو که من دوزی کنه میکنه مثلا پشک گوشت دوزی کرده تو بچی پشک جانی گوشت نخوری میماندار هستم چطور هستم میگه او خوب گپ تا گوشت میگیره صورت لخ لخ سال میگه خب این گوشت دیگه چی میکنه خورده میره پس خوف از اللهی است که وقتی برد برد گفته شد سعی کنیم سای... 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 میگه اذا ذکر الله وجلت قلوبهم وقت مثلا تقوا چی است تو یک کار میکنی یک نفر برات میگه که از خدا بترسی کار نکن از الله بترس یک دفعه وجلت قلوبهم قلب تو در لرزه و او کارت کنی. آله بسیاری کسا در حرام مبتلا هست وقتی که برش میگی اینی کار نکن و یوازی که بترسه چی میشه؟ هنوز که تو جنگ که چرا مرا تو را گفتی چرا دیگه پس زدی پس یکی از علامات تقوا چی است الخوف من الجلیل دیگه چی عملو والعمل بالتنزیل تقوا است که تو به تنزیل عمل بکنی به قرآن و سنت این تقوا است نه سای فلانی عالم تو گفته فلانی شیخ تو گفته فلانی بزرگ مایره گفته پدر مایره ما گفته مادر مایره ما گفته رواج مرا گفته اگر اینی گپا در ذهن تو بود تو تقوا نداری این قاعده هست و العمل به تنزیل تو وقت با تقوا گفته میشه که عمل تو مطابق چی باشه قرآن و سنت باشه قرآن نازل شده وحی است و سنت صحیحی رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده وحی است و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی